محمد ممتاز نشاد هر روز صبح وقت سوار تاکسی خود شده و با امید این که تا آخر روز توانسته باشد یک مقدار پول برای امرار زندگی خود و فامیلش پیدا کند، روان شهر و بازاری وحدت می شود. او در افغانستان به حیث قاضی کار می کرد. مهاجرینی که باز اسپانسر ندارن، این مهاجرین باز بسیار زیاد به مشقت گرفتار هستن، از بیرون برشان چیزی کمک نمیشه. یک مبلغ کمک یا وجوهاتی که داشتن در افغانستان او را رها کردن، آمدن اونا همش بجا ماند، از وقتی که چیزی وصول نشد فروخته شد، گرو داده شد. آقای نشاط میگوید که کمک های مالی که از طریق سازمان ها و نهادهای حامی مهاجرین برای افغان های مهاجر صورت میگیرد بسنده نیست و آنها کوشش میکنند با کارهای جسمانی که توانی آن را دارند نیازمندی های خود را برآورده سازند. روزیه پوپالزای، سابق کارمند اداره ملکی افغانستان، در حال حاضر مشغول تدریس زبان انگلیسی در ناحیه رودکی تاجیکستان است. با این کارش خانم پوپالزای یک بخش از نیازمندی های اقتصادی خانواده 6 نفره خود را برآورده می سازد. از لحاظ امنیتی، از لحاظ آرامش، ما اینجا در بسیار آرام هستیم و اولادای ما در یک فضای آرام زندگی میکنن. اما از لحاظ مهاجریت، قانون مهاجریت، ما در اداره خدمات ملکی کار کرده نمیتونیم، اما خارج از اداره خدمات ملکیشان کار کرده میتونیم که کار میکنیم، اما در کل مزد کم است. فاطمه غوری، مادر 5 فرزند، یگانه نانآور خانواده خود است. فاطمه در شهر دوشنبه مالک یک سالن زیبایی است که 1 سال قبل به فعالیت آغاز کرد. او به این عقیده است که داشتن اراده کار بسیار مهم است. اگر خودت تلاش داشته باشی، بخوای کار کنی، کار حلال کنی، پول حلال به دست بیاری، در هر کشور کار است. ها، در هر کشور کارم نیست اگر خودت در خانه بشینی. با همین ترتیب یک نهاد دیگر با نام آریانا در شهر دوشنبه فعالیت دارد که هماهنگ کننده کمک های مالی سازمان ها و نهادهای حمایوی مهاجرین است. این نهاد همچنان مسئول اطلاع دهی برای مهاجرین است. ما نماینده هایی داریم، ولنتیارایی داریم در شهر وحدت که اکثرت مهاجرین که میایه پیشون اینو معرفی میکنن به دفتر پیش شما. وقتی که پیش شما اومد همه پروسیجر رو میپرسن از ما که چی پروسیجر رو ما امسال تایید کنیم. شما رو ما برشان راهنمایی میکنیم که شما برین در قدم اول خانه میگیرین، کجایی که شما زندگی میکنین. وزارت امور داخلی تاجیکستان به صدای آمریکا آمار جدید مهاجرین افغان در تاجیکستان را شریک ساخت که به اساس این آمار به تعداد 5619 پناهنده افغان در تاجیکستان زندگی میکنند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، دوشنبه، تاجیکستان.